سلام بچه ها، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. اسم من مهدیه هست. همونطور که میدونید خیلی از شماها ویدیوهای من رو تا الان تماشا کردید، دیدید، امیدوارم که لذت برده باشید. برای دوستانی که هنوز با من آشنا نشدن، لطفاً کانال من رو سابسکرایب بکنید و هر هفته دو تا ویدیو من برای شما میذارم، یا به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی، که بتونید از اینها استفاده بکنید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما برای یک نفر بفرستید. خب اول از همه سال نوتون مبارک. این ویدیو اولین ویدیویی هست که من توی سال جدید میذارم. تا الان، تا به این لحظه، اولین ویدیو زبان فارسی من هست. بنابراین سال نوتون مبارک. خیلی ممنونم که من رو به خونهاتون دعوت میکنید و ممنونم از اینکه ویدیوهای من رو میبینید. امیدوارم که امسال بهترین سال براتون باشه. هر چیزی که میخواید خدا بهتون بده و هر آن چیزی که تو ذهن شما هست و لزوما هیچ وقت بلند نه و از روز به روز این زندگی زیبا لذت ببرید. ویدیویی که امروز من براتون در نظر گرفتم بچه ها بیش یه مقدار تخصصی هست، در خصوص ادبیات انگلیسی هست، اما میدونم که تقریبا تمام ایران، اکثر مردم تو دنیا آشنا هستن با کارهای ویلیام شکسپیر. امروز چیزی رو که من میخوام راجع به صحبت بکنم یکی از کتابهایی هست که قبلا به ما معرفی شده بود به دانشگاه و من به سختی این اثر رو خوندم به خاطر زبانی که داشت، برای اینکه زبانش Old English نیست ولی زبان قدیمی هست نسبت به زبان انگلیسی که امروز صحبت میشه، و این تا یه حدود بسیار زیادی همیشه برای من جای سوال بود. برای اینکه اولین چیزی که معمولا، یعنی وقتی که شما به کسی میگید زبان ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی خوندی، اولین چیزی که ازتون معمولا پرسیده میشه یا اینه که یک شعر برای من بخون، یا این هست که کدوم اثر رو بیشتر دوست داری. خب من زحمت زیادی کشیده بودم، کتابا رو خونده بودم، هایلایت کرده بودم، اما هیچ وقت به طور کامل متوجه نشده بودم که معنی هر جمله چیه، معنی هر کلمه چیه. وقتی که شروع کردم به درس دادن، ما یه کورسی داشتیم وقتی اینجا شروع کردم به درس دادن ما یه کورسی داشتیم به نام کورس نمایشنامه. زمانی که من میخواستم این رو به بچه ها تدریس بکنم، و خب بچه هایی که من بهشون تدریس میکنم بچه هایی هستن که اینجا به دنیا اومدن، اینجا بزرگ شدن و در حقیقت یا درون دانشگاه هستن یا قبل از دانشگاه هستن، یعنی دارن تازه وارد دانشگاه میشن، و برای من تقریبا این به صورت یک کابوس شد وقتی که قرار شد که من نمایشنامه درس بدم، در صورتی که من میدونستم که اون سال قراره این کار رو انجام بدم. از اون جایی که Ontario Curriculum یا Ontario Board معلم‌ها رو تا حدود زیادی بکاپ میکنه، با کتابی من آشنا شدم از این طریق که واقعا زندگی من رو خیلی ساده تر کرد. من میخواستم حتما بچه ها یک اثر از کانادا بخونن، ادبیات کانادا بخونن، یک اثر از بک‌گراند خودشون بخونن، مال کشوری که هستن، جایی که هستن، خانواده هاشون، یعنی جایی که هستن، که اون به صورت آپشنال بود گرچه اکثریتشون مال یک کشور بودن، اما به احترام اینکه کسی جا نمونه از اون چیزی که دوست داشته به بک‌گراندش بخونه، من اون رو به صورت آپشنال براشون درآوردم و ازشون خواستم که یک نمایشنامه رو یا یک نویسنده ای رو که مال کشور خودشون هست معرفی بکنن و راجبش صحبت بکنن، و من تا جایی که بتونم در موردش مطالعه میکنم، و البته اینو بهشون نگفتم، و من تا جایی که بتونم کارشون رو راحت میکنم و این مسیر رو براشون راحت میکنم، و در نهایت خیلی میخواستم که با ادبیات انگلیس هم آشنا بشن. گرچه از نظر من ادبیات انگلیس با اینکه بسیار زیبا هست، اما ادبیات قوی تر از ادبیات فارسی نیست. بنابراین تا یه حدودی اونها رو با ادبیات فارسی آشنا کرده بودم. بنابراین میدونستن که ما یه کار بین‌المللی میخوایم انجام بدیم، یه کاری که همه بتونن ازش استفاده بکنن و در عین حال خیلی پرسونال باشه به اون اشخاص. فشاری روشون نباشه که فکر بکنن که حتما باید یک سری کتاب، یک سری چیزی که من میگم خونده بشه، تا اینکه اون قسمت توانایی هاشون، اون قسمت نوآوریشون تا حدود زیادی سرکوب نشه. بنابراین طبق معمول همیشه با ادبیات فارسی شروع کردم و با ادبیات انگلیسی بستم. در مورد ادبیات فارسی،
خب ما فارسی زبان ها شاید شما خیلی اطلاعات بیشتری نسبت به من داشته باشید، اما من چون تخصصم ادبیات انگلیسی بوده به بچه ها همیشه گفتم که یک قسمت بسیار مهم، یک در حقیقت تنه اصلی نمایشنامه انگلیس کشورهای انگلیسی زبان نمایشنامه شکسپیر هست، اگر که تنه اصلی نمایشنامه دنیا نباشه. و یکی از مهمترین کتاب هایی که خب خیلی معروف هست، خیلی ها راجبش حرف میزنن، کتاب هملت هست. و من شروع کردم، تحقیق کردم، از آمازون اوردر دادم، از کتاب فروشی اوردر دادم، و توی ذهنم این بود که من بتونم این کتاب رو به اندازه‌ای برای بچه‌ها راحت بکنم که کشیده بشن به سمت خوندن کتاب، نه اینکه بدتر ازش زده بشن. و تا حدودی هم موفق بودم. بهتر از همه چیز این بود که خود آنتاریو کریکولم یه سری کتاب‌های خاص رو به ما معرفی کرد که با استفاده از اونها ما تونستیم بچه‌ها رو با هملت آشنا بکنیم. یکی از کتابایی که ما باش آشنا شدیم سری کتاب‌های No Fear Shakespeare هست. من الان بهتون نشون میدم که این کتاب چه شکلی هست. مثل این بیوتی بلاگر ها براتون اینجوری هستم بیدیم پشتش نشون. این کتاب هست، همینطور که بالاش میبینی، No Fear Shakespeare Hamlet. حالا جلد روش عکساش فرق میکنه، اما وقتی که من این کتاب رو باز کردم، چیزی که اول از همه چشم من رو گرفت این بود که صفحه سمت چپش، یعنی زمانی که کتاب جلوی شما هست، صفحه سمت چپش دقیقاً متنی هست که شکسپیر نوشته، که این به نظر من خوندنش واقعا لازمه برای اینکه با ادبیات اون زمان، با نوع حرف زدن اون زمان آدم باید آشنا بشه و با نوع طنزگویی شکسپیر یا طعنه زدن شکسپیر یا بالا پایین بردن توناژ متن، اگه بشه اسمش رو توناژ گذاشت یا تونی که صحبت میکنه، بچه ها آشنا بشن. و در سمت راستش، در سمت راست این صفحه به زبان امروزی نوشته شده. من سعی میکنم که یه عکس براتون بذارم تا بیشتر آماده شید، ولی برای اینکه بخوام به شما اول یه چیزی نشون بدم، کتاب رو بهتون داخلش رو نشون میدم و تا ببینید که راجع به چی صحبت میکنم. این صفحه هست که در حقیقت شکسپیر داره صحبت میکنه، یعنی شکسپیر در حقیقت نوشته و این صفحه آسون شده شه. به عنوان مثال ما خط اول رو اگر بتونم بیارم جلو، سعی میکنم که بذارم براتون روی در حقیقت صفحه، اما همینطور که میبینید به زبان ساده همه چی گفته شده. مثال در این قسمت پایینی همینطور که میبینید زبانی که نوشته شده، حالا من الان براتون میخونم یا همون قسمت بالاش رو براتون میخونم، اگر قسمت بالاش رو یه بار دیگه نشون میدم نگاه بکنید، تمام شخصیت ها همینجا نوشته شده، تقریبا طول پاراگراف ها یکی هست، خطوط تقریبا یکی هست تا میاد با تموم میشه. پس دیتیل کتاب نگه داشته شده. مهمتر از همه زبان یعنی کتاب واقعی در سمت چپ شما هست، حالا من اینو برعکس میگیرم، ممکنه برعکس باشه، و در سمت راست شما وقتی کتاب اینجوری میگیرید در سمت راست شما آسون شده شه. به عنوان مثال صفحه اول، این صفحه ای که من باز کردم نوشته Inter Horatio Gertrude and gentleman Gertrude I will not speak with her gentleman she is importunate indeed distract her mood will needs to be paid Her mood will needs be pitied. و روبروش، یعنی در صفحه بعد، تا همینجوش براتون میخونم. Horatio, Gertrude and gentleman enter. Gertrude, I won't speak to her. Gentleman, she's insistent. In fact, she's crazed. You can't help feeling sorry for her. همونطور که دیدید، چیزی که شکسپیر نوشته یک خط ساده هست. چیزی که شکسپیر نوشته Indeed distract Her mood will needs be pitied. تونی که داره انگار که واقعا اون صحنه رو شما مجسم میکنید، کاراکتر داره یا اون شخصیت داره این صحبت رو میکنه و از چه کلماتی استفاده شده. Her needs Her mood will needs
pitied. حالا به چه دلیلی این گرامر استفاده کرده یا به چه دلیلی این نوع نوشته، واقعا باید از خود شکسپیر بپرسید. خب و ترجمهش نمیشه گفت، ساده شده این متن این هست: She's crazy. You can't help feeling sorry for her. و این و کاری که آثر کرده در حقیقت، اشخاصی که اومدن گردآوری کردن این گردآوری نمیشه گفت، این کتاب رو به صورت زبان امروزی در آوردن. من احساس میکنم زبانی که هست زبان نورث امریکا بیشتر هست، بسیار ساده تر میشه فهمیدش، کلمات بسیار فرمال نداره، بسیار آسونه برای فهمیدن. و اسمش روش هست No Fear Shakespeare. من حتما بچه ها، برای اونایی که ایران هستید یا برای اونایی که دارید زبان ادبیات انگلیسی میخونید، حتما این کتاب رو بهتون معرفی میکنم. هیچ خجالتی توی این وجود نداره که اعتراف کنی، بگی که متن سنگینه، که من باید ساده شدهش رو بخونم، که از کتابای دیگه استفاده بکنی، چون همین لایه ها فاوندیشن شما رو محکم‌تر میکنه. شما وقتی کتابی رو میخونی، مقایسه میکنی دوتا متن رو، متن قدیمی رو با متن امروزی، خیلی به شما کمک میکنه به درک این که چه فضایی نویسنده داشته، چه فضایی رو نویسنده داشته توش مینوشته، معنی این چیزایی که گفته چیه، شخصیت ها کی هستن و چیزایی مثل. سه تا نکته رو میخوام بهتون بگم و اضافه کنم به داستان امروز. این اول یادم نره، این که حالا اسمش رو میگن ترنسلیشن، اینجا بالای کتاب خودش میگه در حقیقت این چیزی که هست این هست، اسمش اینه Side by side plain text یا Side by side plain English، یعنی ساده شده یه زبان. Necessarily translation است، چون شما انگلیسی رو نمیتونید به انگلیسی ترنسلیتش بکنید، فکر نمی کنم ترنسلیشن کلمه مناسبی براش باشه. خب نکته اولی که وجود داره همین Side by side plain English، اگر که خواستید تهیهش بکنید. نکته دومی که وجود داره در ابتدای کتاب، من الان باز ابتدای کتاب رو بهتون نشون میدم، اومده کاراکترها رو یا شخصیت‌ها رو خیلی واضح برای شما توضیح داده. اگر که همینطور می‌بینید کاراکترهایی که وجود داره، هملت، کلاریس و هر کدوم از اینا رو توضیح داده که این شخصیت‌ها چی هستن، چه کسانی هستن، کجا زندگی می‌کنن، بک‌گراندشون کی بوده، پدرش کی بوده، چرا توی این نمایشنامه وجود داره به صورت یک پاراگراف. به عنوان مثال کسی که پدرش با پدر هملت در جنگ بوده، فورتنبراز نمیدونم که طرف سایقش چی هست، نوشته جلوش که The young prince of Norway whose father the king also named the same was killed by Hamlet's father and so on and so forth. و توضیح داده پدرش این بوده، پسر اینه، نروی زندگی میکرده، این قصد رو داشته، چرا این شخصیت تو داستان هست. و خیلی این به شما کمک میکنه که بتونید شخصیت ها رو توی ذهنتون نگه دارید که هر زمانی که میرن و وارد میشن یادتون نره، چون تعداد شخصیت ها نسبتا زیاد. این نکته دوم بود. نکته سوم در مورد اسم یا تایتل این کتاب هست. همینطور که میبینید اسم کتاب No Fear Shakespeare Hamlet هست. No Fear Shakespeare Hamlet هست. چرا میگه No Fear Shakespeare؟ من فکر میکنم به خاطر اینکه شکسپیر زبان قدیمی داره و همه مثل من از میترسن از این کتاب باز کنن بخونن. No Fear یعنی نترس، ترسی نداره، و با شکسپیر در حقیقت رایم هست و با هم دیگه هم صدا هستن. و این اسم جالبی هست که برای این کتاب انتخاب شده. بنابراین اگر که ایران هستید و دارید ادبیات انگلیسی میخونید یا جای دیگه هستید، این کتاب It's your bread and butter. در ضمن من این کتاب رو کامل خوندم و بسیار شیرین هست، و تازه زمانی که شما این کتاب رو میخونید متوجه میشید چقدر اولا قدرتمند نوشته این رو و چقدر با نمک بوده یه جاهایی. یعنی اون طنزش واقعا یه جاهایی، من ها تو اینستاگرام شیر کردم، واقعا خنده‌دار و جالب هست و طنز زیبایی هست و به نظرم آدم بسیار باهوشی بوده، از نوع صحبت کردنش، نوع نمایشنامه نوشتنش مشخص. خب چیزی که میخواستم بهتون بگم، این سری آثار دیگه شکسپیر رو هم داره. این نوفیر شکسپیر راجع به همه
آثارش هست. حالا شکراش، رنگاش، پیجش، بخش کاورش ممکنه فرق بکنه، اما نوفیر شکسپیر ممکنه جولیا سیزر باشه، ممکنه نمیدونم رومیو و جولیت باشه، ممکنه میدسامر نایتس دریم باشه، همه اینها. و من میدسامر نایتس دریمش هم خوندم، یعنی به این شکل خوندم و متوجه شدم که چقدر زیباست، چقدر زیباست. اما چیزی که وجود داره تعداد شخصیت هایی که هستن و جابجا میشن با هم، یکی زن میشه یکی مرد میشه وسطش، تمام اینها بسیار گیج کننده هست. اگر که به نظر من، یعنی برای من اینطوریه که اگر من کتاب اصلی هملت رو بردارم و شروع کنم بخونم، هی بعد برگردم بگم خب این کی بود، کی چی گفت، الان این چرا عوض شد، حالا چرا اینطور شد، اگر تازه متن اصلی رو بفهمم. اما به این صورت واقعا شیرین میشه. یعنی من این کتاب از زمانی که گرفتم شاید خیلی سریع خوندمش، چون واقعا میخوندم لذت میبردم. داستان کلیشو هممون خوندیم، ولی اینکه بخونی با نویسنده واقعا دری این مسیر رو ببینی چه جای کجایی چه اتفاقاتی افتاده، واقعا تجربه زیبایی هست. خب بچه‌ها، رسیدیم به آخر ویدیو. خیلی ممنونم از همتون که ویدیوی من رو دیدید. امیدوارم که معرفی این سری کتاب به شما کمک کرده باشه. این یک کتاب نیست، این چند تا کتاب هست. گفتم نوفیر شکسپیر آثار بسیار زیادی از شکسپیر داره و خیلی به شما کمک میکنه که بتونید در حقیقت لذت ببرید ازش و در حقیقت بتونید امتحاناتون رو بدید، بتونید چیزی راجبش بنویسید و چیزای مثل این. امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه بهتون کمک بکنه. یک سوالی که از همتون دارم اگر این ویدیو رو میبینید این هست: آیا دوست دارید، چون میدونم خیلی هاتون ممکنه دسترسی به آمازون توی ایران نداشته باشید، ممکنه دسترسی به این سری نداشته باشید، آیا دوست دارید که براتون صفحه ها رو سکن بکنم یا پی‌دی‌افش رو پیدا بکنم و براتون یک ویدیو بسازم که تمام صفحات وجود داشته باشه؟ این سوال اولم هست. و سوال دومم که ازتون میخوام بپرسم: آیا دوست دارید که زمانی که این مثلا به من صفحه میاد جلوتون، دوست دارید که این قسمت براتون خونده بشه، من خودم بخونم بذارم، یا اینکه نه ترجیح میدید فقط صفحه باشه روی ویدیو و از این طرف بتونید ازش استفاده بکنید؟ در این حال که من اگر بتونم پی‌دی‌افش رو تهیه بکنم، حتما برای شما یک جا میذارم، حالا یا توی وبسایت هست یا روی اینستاگرام هست، روی اینستاگرام که نمیتونید دانلود بکنید، یا توی دیسکریپشن براتون میذارم. پس برای اینو من بگید اگر نیاز به این چیزا دارید، من میتونم حتما براتون توی دیسکریپشن بذارم که بخونید و واقعا مثل من لذت ببرید. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. یادتون نره اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما برای یک نفر بفرستید، کانال من رو سابسکرایب بکنید و تا ویدیوی بعدی. براش جالبه.